به نام خداوند بخشنده و مهربان و عرض سلام و عصر بخیر خدمت شما بینندگان عزیز تلویزیون جهانی آریانا نیوز و برنامه ورزش. من مرتضی دانش در این لحظه در خدمت شما عزیزان هستم. امید که تا پایان برنامه مثل همیشه با ما همراه باشید. امروز موضوع ورزشی ما اختصاص داره به رشته پهلوانی که زمانی برای افغانستان افتخار آفرینان زیاد نقش به جای گذاشتن و مدال‌های رنگین را برای افغانستان از مسابقات بزرگ جهانی و آسیایی کسب می‌کردند، اما بعد از مدت برسودی ورزش در افغانستان رو به وفول رفت و متاسفانه ما نتایجی که از رشته پهلوانی دیدیم فقط در سطح جنوب آسیا بوده و فراتر از اون ما نتونستیم که مدال‌های رنگین را از مسابقات بزرگ بین‌المللی مثل مسابقات آسیایی و جهانی به دست بیاریم. آقای تاج محمد ولی یکی از قهرمانان سابق این رشته که از جمله قهرمانان نامی رشته پهلوانی افغانستان بودند، بر صورت در کشور آمریکا ایشان حضور دارند و زندگی میکنند. مدت است که به افغانستان آمدن و دعوت ما را امروز پذیرفتند و در خصوص گذشته این ورزش در افغانستان با ایشان صحبت میکنیم و همچنین افتخاراتی که خودشان در طول سالهای متمادی که با تیم ملی پهلوانی بودند در خصوص افتخارات با ایشان بحث و گفتگو میکنم. آقای ولی شما را خوش آمدید میگیم به برنامه. از راه بسیار دور آمدین، از هزاران کیلومتر از او طرفتر از افغانستان تشریف آوردین به کابل و ممنون از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. شروع میکنیم اول خودتان را به صورت کامل معرفی کنین در خصوص بک‌گراند ورزشیتان که بینندگان کمک آشنایی بیشتر با شما پیدا کنند. سلام بر شما، سلام بر تلویزیون جهانی آریانا نیوز میرسانم. نام تاج محمد ولی، یکی از ورزشکاران سابقه دار افغانستان میباشم. بسیار خوب. کلا در طول مدتی که در آمریکا هستین، یعنی چند سال میشه که رفتین آمریکا، از کی افغانستان را ترک کردین؟ من از سال 88 در المپیک کوریا رفتم. بعد از او در افغانستان آمدم، دیدم که افغانستان وضعش خوب نبود. افغانستان را ترک کردم به هندستان و مداد کمی در هندستان دوباره رفتم به امریکا. بسیار خوب. از اینجا شروع میکنیم که رشته پهلوانی را در کدام سال، در چند ساله بودین شروع کردین و زیر نظر کدام مربی؟ من 17 ساله بودم که مسابقات پهلوانی را شروع کردم تحت نظر استاد خلیفه نظام. مدت 6 ماه مدت کلاب خلیفه نظام تمرینات خود ادامه میدادم. بعد از او در تیم ملی ما انتخاب شدم. بسیار خب. در چند سالگی بود که به تیم ملی انتخاب در 17 سالگی در تیم ملی افغانستان آمدم. بسیار خب. در 17 سالگی تا سال 90 بودم دیگه. تا سال 90 این بودن. چند سال عضویت تیم ملی پهلوانی داشتم؟ تقریبا 18 سال عضویت تیم ملی بودم. در شروع جای دوم و سیم می گرفتم، هیچ وقت جای سیم نگرفتیم. بعد از مدت 2 سال جای اول بودم تا که به امریکا آمد. مثلا اولین مسابقاتی که در خارج از کشور حضور داشتین در مسابقات بین المللی کدام مسابقات بود و در کدام سال؟ مسابقات بین المللی خب ما بسیار مسابقات رفتیم دیگه، در تمام کشورها رفتیم و در هر کشوری که رفتیم به مدال پس نامدیم. البته مدالای المپیک آسیایی رفتیم در سال 1988، تانستیم که مدال نقره آسیا رو بگیریم در مسابقات المپیک آسیایی. بسیار. البته در گروه خود مقام اول شدم و از گروه مغولستان اومد، طلا رو مغولستان گرفت و نقره را ما گرفتم. بسیار خب. جدیترین رقیبانتان در اون زمان از کدام کشورها بودن و چی احساس میکردن وقتی که در مقابل یک افغان در بازی نهایی بلخص قرار میگرفتن؟ والا در ما خود افغانستان 3 مدال طلا گرفتیم پیش مردم ما افغانستان. البته مسابقات بین المللی که بین المللی افغانستان که یکم 10 کشور تاپ ترین کشورها به افغانستان می اومد. شوروی بود، بلغار و چک و رومانی و هنگری، پاکستان و هندستان خواهی تو ورزشکارهای صحیح نبود. امی شوروی و بلغار و منگول بسیار عریفای سخسر ما بود. مگر ما پیش مردم خود تانستیم که هم شوروی رو ببرم، هم اروس رو ببرم، هم مغول رو ببرم، 3 طلا و
چهار نقره گرفتم. بسیار خوب. قهرمانان دوره شما، قهرمانای داخلی، هم تیمی های شما که در تیم ملی بودن، کدام پهلوانا بودن؟ صدیق زرگر بود دوره ما، دیگه نجف علی بود، دیگه صدیق لوگری بود، میراج الدین بود، روینا بود، دیگه نصیر بود، رازی گل بود، علی داد بود، بسیار ورزشکارا بود دیگه. زودتر من کدام شدم؟ بله بسیار خوب. حالا پیش از اینکه وارد بعض موضوعات شویم، بلخص در خصوص مسئله او زمان ورزش افغانستان که چگونه پیش میرفت، درباره این صحبت کنین که کلا چند مسابقه خارجی رفتین، حسابش هست؟ بله، من مسابقات خارجی خو زیاد رفتیم، تمام کره جهان ما رفتیم در مسابقات. البته در مسابقه اتو سفرام رفتیم که در یک سفر سه کشورام رفتیم. سه مسابقه در سه کشور؟ در سه کشور. یک مسابقه رو خلاص کردیم، گفته برین چکسلواکی. اوجر خلاص کردیم، گفته پولند برین. دم یک گرده. دیگه در ما یک سفر ما داشتیم. بسیار خوب. و خوشترین خاطره تان در این سفر ها کدام خاطره بوده؟ خاطره کلش خوش بوده. کلش خوب بوده. خوش بوده. اما شیرین‌ترین خاطره تان؟ من در مسابقات جام علی علیوف رفتم. در کدام کشور بود؟ در کشور داغستان شوروی. مازیج تانستون 10 طلا ماندگی بود. از 10 طلا را یک کشور افغانستان گرفت، 9 شوروی گرفت. کدام کشورها بودن اونجا؟ تمام کشورها. 42 کشور بود. 42 کشور بزرگ. از منگول گرفته و بلغار و رومانی و هنگری دیگه تمام کشورها بود. من تانستم طلا را بیارم. دولت او زمان، دولت افغانستان در او زمان چه کمک هایی کردن به شما؟ چه امکانات را در اختیارتان قرار دادن که بتونین در مسابقات خوش بدرخشین و مدال بیارین بر افغانستان؟ همین مدال طلایی که آوردم باز یک خانی مکریان مرا دادن. دولت افغانستان. پیش از او چی؟ پیش از او دیگه قانون بود، در طلایی که می آوردیم 10,000 افغانی ما را می داد. در وقت 10,000 افغانی بسیار پیسه بود. باز نقره ما 5,000 بود، برونز 5,000. بسیار خوب. دولت او زمان پس توجه خاص به ورزش داشت؟ توجه، بسیار توجه خاص داشت. مداد در اون وقت مثلا سفرهایی که از خارج می آمدن، مثلا می گفت که 10 نفر کاندید است به این مسابقه در این کشور. اون مترینر بود و مشاور لست جور می کرد، تو قدرت نبود که ایره کس پس کنه یا تلفن بیه از جای دور یا از جای زور آورد که تلفن به کیلا ایوازی نفری بره. یعنی انتخاب بر اساس شایستگی بود؟ شایسته بود. هر کس که هر 6 ماه بعد یک مسابقات انتخابات بود، هر کس که در تیم اول شده بود اما کاندید اول هم آدم بود. باز مثلا ما یک سفر که می رفتیم به یک جای دیگه، از سفر که می آمد خب ما نبودیم، کاندید دوم بود. او که می رفت کاندید سوم می بود. بسیار خب. یعنی به نظر خودتان آقای ولی بعد از مدت ها آمدین به افغانستان، حالا وضعیت ورزش پهلوانی رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ فکر میکنین که مثل همون زمان بر اساس شایستگی بازی کنید؟ خوب است، بر نیست مداخ دیگه مک یا که پسمان هستن در ایست که مسابقات نیست، باید هر سیم آباد یا مسابقات بین انتخابات باشه، تیم ملی تعیین شوه. دیگه این تمرینات ما همی تمرینات یا باید منظم باشه، اتو نشه که یک انتخابات شد و نفر اول انتخاب شد و باز با تا دیگه انتخابات این نفر نباید تمرین، تحت نظر ترینر باید باشه. بسیار خوب. من وارد مسئله مدیریت در ورزش میشیم. رشته پهلوانی که رشته المپیکی و موفق افغانستان در گذشته بوده، اما در طول 15 سال ما مدال خوب و مدال رنگینی رو در منطقه نداشتیم، یعنی در خود آسیا، فقط در جنوب آسیا تونستیم که مدال کسب کنیم. به نظر شما بغیر از اینکه ما کمتر مسابقه داریم در مسابقات پهلوانی که یک مشکل بود که شما پیشتر از کردیم، چی مشکلات میتونه وجود داشته باشه در ورزش افغانستان و بلخص در رشته پهلوانی که ما نتونستیم در طول 15 سال مدال خوب را از مسابقات بزرگ بگیریم؟ خب همین مسئله انتخابات است. این حال مثلا ورزشکار که در یک کشور کنره مسابقات همجان نده، او هیچ وقت نتیجه نمیگیره. مسابقاتی که هر 6 ماه بعد یک انتخابات شده به افغانستان، مثلا سفرهای خارجی داشته باشه، یک کشور بره تجربه گرفته میرن،
خیر یک مسابقه را باختن دوره دست سیوم میبرن، چهارم میبرن. ای که مسابقه که نباشه نتیجه خوب بیخی صفر میبرن. خب در زمان شما ولایات وضعیت چگونه بود؟ آیا از ولایات هم فعالیت داشتیم؟ یعنی بیشتر کلا تمرکز سر کابل بود؟ کلش امی سر کابل بود، هیچ ولایت نداشتیم. امی فکر میکنم یک 200 پهلوان در افغانستان بود، از این 200 پهلوان 30 نفرش به تیم ملی انتخاب میشه. کلش هم از کابل؟ کلش از کابل. و سایر اطراف نمی آمد. اطراف نمی آمد. وقت چیش نبود که ای بیای در کجا امکاناتش امکان نبود. بله بسیار خوب. و میم سر مسئله فعالیت خودتون در امریکا در حال چیکار هستین؟ امی رشته خودتون پیش میبرین یا نه دیگه از وقتی که رفتین امریکا دیگه رشته رو نه رشته رو پیش نمیبرم. مدا اما یک پسرم زکی ولی قهرمان استیت امریکا فعلا است، یکی علی ناصر که چند وقت پیش یک قهرمان المپیک امریکا را برد، نفر سوم امریکا را که در المپیک مدال برنز داشت، امی علی ناصر او را برد. خب بسیار در تیمای منتخب حضور دارن اونجا یا نه فقط یک وقت مسابقه میکنن؟ امی تمام مثلا امی پسرم زکی ولی مکی سومی آمدم تیم کالج نیویورک ای را خواست که تیاریش گرفت که ما یک دفعه هم تا را ببینیم، رفته بودی یه من متاسفانه ایجا آمدم. اگر روز از اونا دعوت شد به عنوان بازیکن ملی پوش؟ ما حاضر هستیم. امی علی ناصر، امی زکی ولی را میتونیم که هر وقت که المپیک بخوایم میتونم که برای مسئولین فدراسیون پهلوانی هم شما ملاقات کردین در این مدتی بله. که بودین؟ بله. اونا چی گفتن از دیدار با شما؟ نگفتن دیگه. من کتی رئیس به المپیک ملاقات کرده بودم. با کدام رئیس المپیک؟ با آقای اقبر یا هاشمی؟ ظاهر با آقای اقبر. اقبر چون حالا اگه در جریان باشین المپیک ما دو نصف شده خبر دارم. این وضعیت خودتان چی فکر میکنین؟ با این وضعیت ورزش افغانستان چی خواهد شد؟ والا نمیفهمم که افغانستان دیگه فعلا خود شرایط اینه میره خمسه. بسیار خوب. در اون زمان مدیریت ورزش چگونه بود؟ رئیس المپیک کی بود؟ یک نفر بود؟ بعد اینا تا چه اندازه کار میتونستن کنن در بخش ورزش که شما بر صورت افتخارات شما در زمان و رؤسا اتفاق افتاده؟ او وقت اونم یک رئیس المپیک بود، یک معاون بود دیگه، یکی هیچ وزرا و رئیس جمهور یا غرض نداشتن، دخالت نمیکردن، بس سپورت غرض نداشت. هر گپ که میشد اونمو ترینر بود و مشاورای خارجی، اونم نظر میداد که نمی ورزشکار باید به اینمی کشور بره دیگه، تو قدرت نبود که او پاس بیاد. حالا اون زمان مشاوران خارجی بودن، حالا مشاوران خارجی سند ورزش، چرا مشکلات زیاد شده با اون زمان؟ مشکل هر کدک کس نمیتونست. حال شرایط اینمی رقم آمده تا که تاک یک ذره آرام میشه و دیگه شبه که سپورت یک در رشد کنه. بسیار خوب. اگر شرایط مساعد شوه برای خودتان ناظر هستین دوباره در افغانستان بیاین با عنوان یک مربی پهلوانی کار کنین با پهلوانان؟ سال است که هر ماه هر سال میگم امروز آرام میشه افغانستان که بریم به افغانستان، صبح آرام میشه. اینه 30 سال خود تیر کردیم دیگه، حال قدرت سپورت هم نماند و تریننری هم نماند. بسیار خوب. پس یعنی فکر نمی کنی دیگه به خودتان دیگه قدرتش نیست؟ این خب بسیار حوصله کار داره. میم سر مسئله ای که بر صورت شما در امریکا هم از وضعیت ورزشکاران با خبر هستین، افغانایی که در اونجا حضور دارن ورزشکاران در چی وضعیت هستن؟ تا چه اندازه اونجا افغان ها با ورزش های مختلف فعالیت دارن برخص در رشته پهلوانی که بخش خودتان نصف کار کردین؟ اونجا افغان ها علاقات زیاد داره، مگم کلش در امریکا تمام چیز معیاز به هر شاگرد، هر افغان، امریکایی، هر رقم سپورت در امریکا از 3 سالگی شروع میشه. هم پهلوانی، هم بوکسینگ که هم شاگرد بتانه در کدام علاقه داره، در کدام ورزش. یعنی از پایه شروع میشه؟ از 3 سالگی در امریکا سپورت شروع میشه که در هر چیز علاقه داشت از دونمو علاقه خود میباشه. بسیار خوب. پس شما فکر میکنید که اگه در افغانستان هم چی پالیسی پیاده شود ما میتونیم که موفق باشیم در ورزش؟ بسیار آسف. همین تمرین گفتم پیشتر که تمرینات مسابقات کشورها بسیار مهم است. مسابقات بین المللی؟ بله. وقتی که مسابقه بین المللی نداشته باشی، خیر یک مسابقه رو باختی دوره دسته هم چهارم میگیری، تجربه میگیری. بسیار خوب.
چی فکر میکنین حالا با این وضعیتی که در ورزش افغانستان پیش آمده ما میتونیم در سالهای آینده باز مدال المپیکی ببینیم والا اون با این شرایطی که حالا در دنیا حاکم است و همه دنیا لحاظ تکنولوژی تمام تلاش خود میکنن که یک مدال در المپیک بیارن؟ بله دیگه والا کوشش کنه همین ورزشکارای ما خوب است فعلا ما که میبینم توانایی رو دارم توانایی رو دارم اگه کوشش کنم اگر کوشش کوشش کنن این کپ کلش کوشش است بسیار خب دولت تا چی اندازه میتونه به نظر شما تأثیر گذار باشه در روند روبرشت ورزشکاران دولت دینمیش که مثلا یک مقدار پول برشان باشه مثلا سفر از خارج بیه با اما دعوتنامه را چی نکنن که برو یک دعوتنامه است بره با دعوتنامه به مو کشور پس می از پول افغانستان یا امو کشورهای بسیاری کشورها که بگویم ما پیسه نداریم اون کشور برشان تکت رایی میکنن بسیار مثل همکاری شوه رئیس های المپیک یا کتی رئیس المپیک آسیایی جهانی گه بزنه که تو یک مشکل داریم فعلا تا یک چند وقت کتی ما کمک کنیم هم سابقه هم همی گه بود همی ما هر مسابقه که در کشور که میرفتیم تکت ما رو همون کشور رایی میکرد مثلا یک هفته به مسابقه میمان تکت کتی تعداد نفر رایی میکرد که این نفرتان به این تاریخ دعوت ماست تکت های من تیار المپیک هیچ کدام مشکل نداشت اینجا که برای شورای وزیران امر بگیره که پول از کجا میشه و دیگه و دیگه یعنی میگین که حالا مشکلات بیشتر شده لازه داری بله خاطر سفر ورزش کنم اینمی که باید امی کسایی که در رأس سپورت است باید از کشورهای خارج هم چی بخواید کشورهای خارجی اگه نخواین با دولت تمامش کشورهای خارج که کتش گپ بزنی کمک میکنن وقت سرمایه دار هستن مثل افغانستان بوری فقیر نیست فقیر نیستن خب بسیار تشکر تا اینجا بر صورت از گذشته گفتین که بر صورت در گذشته چگونه ورزش پهلوانی پیش میرفت در افغانستان مربیگری در اون زمان بیشتر تمرکز سر چه چیزهایی بود در پهلوانی بیشتر شما روی چی کار میکردین مربیان خارجی که داشتین از کدام کشورها بودن ترینرها از شوروی بود سابق در رشته مگم خوب زحمت میکشیدن اینم نتیجه امو ترینرها بود که ما نتیجه میگرفتیم مگه خود ما نتیجه گرفته نمیتونست بسیار خوب سابق مثلا دیسپلین دی نمی بود که امو نام نمیشتم که این نفر بره یعنی به هر سویه که واسطه و تلفن می آمد هیچ فایده نداشت اونمون نفر می رفت همه چیز بر اساس شایستگی بود؟ شایستگی بود شاید شما تو احساس می کنین که عدم نتیجه گیری رشته پهلوانی در افغانستان می تونه که دلایلش این باشه که شایسته ها نمیرن به مسابقات بله سه بیاد شایسته که نرفت دیگه او دیگه دیگه از او پالما از او سپورتمن جور نمیشه چرا عقش خورده شد ازامت میکشه عرق میکنه که ما در یک مسابقه برم یک مدال بیارم وقتی که دیگر نفر او را میگه که تو نرو باش کی بره در اون صورت ورزشکار دیگه دلش میشکنه بسیار خوب از پیشکسوتان افغانستان الله در امریکا با شما کیا هستن با اونا ارتباط دارید؟ کریم الله زمریاله است از اون کشتیگرهای سابق افغانستان دیگه اونمو دمو یک گراج خود یک کلب توشک فعالیت داره فعالیت اونمو جا امی بچه ما و بچه خودش از امو کلاب برآمد هم در مکتبی پهلوانی میکرد بعد از او باز ما سرشان پهلوانی میکردیم بسیار خوب بسیار تشکر آقای ولی و در آخر پیامتان برای دولت افغانستان برای اداره ورزش کشورمان برای اینکه ورزش ما بهتر شود نه اینکه به یک عقب گرد داشته باشیم چی است که ما در این نیست که باید واسطه نباشه اونمو مستحق هر شش ماه بعد یک انتخابات شود مستحق باید در سفر چی غریب باشه چی معتبر باشه این نشه که این غریب است این رایی نکنی معتبر رایی که یا یک تلفن بیه از یک وکیل یا از وزارت که ایواز اینمی این رایی که بغیر از او دیگه سپور در افغانستان شاریده خلاص است بسیار خوب یعنی میگن تنها راه شایسته سالاری است بله سه بسیار تشکر آقای ولی از حضورتان در برنامه آرزوی موفقیت میکنیم امیدوارم که فرزندان شما را روزگار به جای شما در تیم ملی پهلوانی افغانستان ببینیم و آرزو میکنیم که بخیر دوباره برگردیم در کنار کانال گرم خان رایتون سلامت باشید زنده باشید مصاحبه بود با یکی از پیشکسوتان ورزش پهلوانی افغانستان از فعالیت هایشان در گذشته و حال که به صورت اونام درد دل هایی داشتن که خدمت حضور شما ایجان رساندن
بر صورت امیدوارم که هر چه زودتر مشکلات رشته پهلوانی که رشته های المپیکی افغانستان است و که رشته های هست که در گذشته نچندان دوره که رشته های پر افتخار افغانستان در سطح منطقه و حتی سطح جهان بود نظر به گفتهایی که آقای تاج محمد ولی داشتن و امیدوارم روزگار شه باز هم ما مدال آوری پهلوانان ما را در فرای جنوب آسیا ببینیم و در رقابت‌های بزرگ آسیایی و جهان شاهد افتخار آفرینی اونا باشیم. آرزوی موفقیت می‌کنیم برای تمامی شمایزان. امیدوارم که سعادتمند باشین. تا دیدار دوباره شما را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم. خداحافظ.